گاهی وقتا یه کاغذ آتش میگیره، ولی وقتی کاغذ آتش گرفت اون یه جنگل آتش گرفت. گاهی وقتا یه چیز کوچیکی مثل تار عنکبوت پیغمبر بزرگ رو حفظ میکنه، گاهی یک شنهای تبز طرح آمریکا رو خونسا میکنه، گاهی یک کلاغ میاد یه چیز رو زیر خاک میکنه بشر یاد میگیره که پس مرداشو خاک کنه، گاهی یه هدهد میره دو برمیگرده رهبر یک کشوری مسلمان میشه، ایمان به سلیمان میاره. گاهی یه برگ زرد میفته تو حوض آب، کشتی 50 تا مورچه میشه. حالا اینم شاید همون برگ کاغذه باشه که برگ درخت باشه. قرآن میفرماید لا تدخلوا من باب واحد. یعقوب به بچه‌هاش گفت از یه در وارد نشید. یعنی چه؟ کسی که یوسف میخواد از همه درها باید وارد شه تا یوسف پیدا کنه. پس ما اگر همه یوسف های خیابون و کوچه رو خواستیم میتونیم از یه در وارد شیم، باید از همه در وارد شیم. این که مثلا طلبه احساس کنه که تبلیغ مال رمضان و محرمه، خواهی یه در وارد شده، چرا عید تبلیغ نکنیم؟ یه لطیفه قرآنی براتون بگم. وقتی موسی اثر اندخ اجده ها شد، فرعون مشورت که چه کنیم، گفتن ساحرها و جادوها رو از مناطق مختلف دعوت کنید، بهترین و باسوادترین و مهارتدارترین سحار علیم، یعنی کسی که خیلی سحر بلده و خیلی هم دانشمنده، بزرگترین جادوگرها رو دعوت کنیم، با سحر و جادو رو موسی رو کم کنن، آبرو موسی رو برسن. آمدن و گفتن خب ما اگر آبرو موسی رو برسیم مزدی هم به ما میدی؟ گفت بله. قال نعم انکم اذا لمن المقربین. مزد چیه؟ کارت سبز بدم صاف بیاد تو دربار. مثلا خب گفتن کی این معرکه رو انجام بدیم که جادوگرا جادوشون رو انجام بدن، موسی هم عصاشو بندازه اژدها بشه، مردم ببینن قضاوت کنن. گفتن موعدنا یوم الزینه، روز عید. یوم الزینه این روز عید. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که انبیای ما حضرت موسی علیه السلام از ایام عید برای احقاق حق، برای که حق را به کرسی بنشونه و باطل را له کند، از روز عید استفاده کرد. پس ما میتونیم یه سری کارها را از ایام عید استفاده کنیم. یه زنهای هنرمند دیدی چه میکنن؟ از پوست پرتقال مربا درست میکنن. بنابراین ما میتونیم بهره‌های خوبی از عید بگیریم. همینطور که الان عید برای نظافت فرصتیه، برای صله رحم فرصتیه، برای مسافرت و دید و بازدید فرصتیه، میتونیم یه کارهای مهم تبلیغی هم بکنیم. تو جلسات گفت و شنید و صله رحم بعد از این که آجیل، شیرینی، دید و بازدید، شام، نهار، بعد از این که مراسم تموم شد، طلبه بگه آقا من 7 دقیقه حرف دارم. 7 دقیقه. 3 تا تذکر دینی بده. خونه پزشک 2 تا تذکر پزشکی بده. تاجر جمع میشن 2 تا جهازه دختر فقیر جور کنن تو فامیل. دختر پسرایی که همسر ندارن برشون همسریابی کنن. یعنی کنار آجیل و شیرینی یه کار مثبتی هم بکنن.